لهستان گریزه های سیاسی را بازداد میکند. فیسبوک روسیه در سامانه های اجتماعی رحمان و میرزیایف را تعریف می نمود. بردی محمدوف شعر می نویسد. گریزه سیاسی نوبتی که در کشور لهستان قرار دارد بازداد شوی خود را انتظار می شود. شهروند ازبکستان رستمبک کریموف تحت فشاراری خدمات های حفظ حقوق مجبور شد کشور را ترک نماید. سبب جلب شوی اعتبار خدمات های قدرتی با کریموف تجارت کارکرد نمودن پستی گوسفند شده است. در سال 1999 با پرونده بافته شده کریموف را پشت پنجره روان نمودند که در زیر فشاری سخت نام برده مجبور شد تا اینکه شرکتی خود را به کسانی که میخواستند به شرکتی مذکور صاحب گردند به نام آنها امضا نماید. چی طوری که بعداً معلوم شد پسی همه این کار سابق وزیر کارهای داخلی زاکر الماتوف که مردم را همچون جلاد اندیجان میشناسند استاده بوده است. سال 2001 پس از برآمدن به آزادی کریموف برای کافتن عدالت به هر سوی میدوید. این کاری او سبب فشارهای نو شد. در سال 2004 کریموف را خدمات های قدرتی برای گذرانیدن پرسیش به شعبه میلیسه دعوت نمودند و شناسنامه اش را مصادره کرده نسبتش پرونده جنایی نوی بافته شده آغاز نمودند. پس از این کریموف به کشور قرقیزستان می رود و در آنجا تا سال 2010 زندگی به سر می برد. در این دوره خدمات های قدرتی ازبکستان یک جای با همکاران قرقیز غیر قانونی کریموف را از این کشور بیرون برآورده به یکی از ایزولاتورهای موقتی ازبکستان جا می نمایند. پس از گذشتن 7 ماه با پرداخت مقدار کلانی ریشوه او به آزادی می براید. پس از یک ماه باز با ریشوه شناسنامه گرفته از کشور بیرون می براید. همه این وقت او در قلمرو لهستان همچون جوینده پناهگاهی سیاسی قرار داشت. السلام علیکم. السلام علیکم خارمیله تزو مسئله. همچون استفاده برنده فعال سامانه های اجتماعی علال خصوص فیسبوک، کریموف برنده ویدیو بلاگ بود و در آنجا زیر تخلص رستم کریم رژیم اسلام کریموف و رژیم کنونی ازبکستان را زیر تنقید قرار می داد. این زمان رستم کریموف در یکی از لگرهای مهاجرتی لهستان قرار داشته از یک مکان به مکان دیگر حقوقی رفتن ندارد و طبق گفته های کارمندان خدمات مهاجرتی او به ازبکستان بازداد خواهد شد. در ازبکستان رستم کریموف به تضییق ها گرفتار شده است. دلیل های تضییق در مؤسسه سازمان ملل متحد وجود دارد که در آن واقعی تضییق قید شده است. به طور عنیق می توان گفت که او را در ازبکستان شکنجه ها و مهلتی درازی حبس انتظار است. سنه 15 ژانویه در نزد بینای سفارت لهستان در شهر کیف نمایش اعتراضی برای دستگیری رستم کریموف برگزار گردید. نمایشگران از حکومت لهستان طلب نمودند که نامبرده را به رژیم ازبکستان بازداد نکنند. باید قید نمود که حالت بازداد نمودن گریزه ها به کشورهای ستمکار یکمین مراتبه نیست. Как вы все знаете, я получил отказ в предоставлении убежища в Польше. То хал тақдири блогери чечен Тумсо Абдурахмонов ҳалли худро наёфтааст, ки ӯ низ боздодшавии худро ба Русия интизор аст. Номбурдаро дар танқиди ҳукумати Чеченистон бо парвандаи бофта шуда дар алоқа доштан бо ташкилоти давлати исломӣ айбдор мекунанд. سنه 17 ژانویه ماموریت سامانه فیسبوک ابراز نمود که 300 عدد اکاونت و صحیفه ها را در فیسبوک و اینستاگرام دور نموده است. صحیفه های مذکور از طرف لایحه کرملی روسی روسیه امروز و آژانس روسی سپوتنیک که به لایحه مذکور متعلق می باشد و برای پهن نمودن معلومات های بردروغ در کشورهای سابق اتحاد شوروی استفاده برده شده است، اطلاع می دهد. Centralasian.org
همه این از کشورهای دیگر کرده می شود. مثلا در روسیه صحیفه کشوده شده است که به پریزیدنت رحمان بخشیده شده است. صحیفه دیگری هرچند گفته می شود که گویا از جانبی طرفداران شوکت میرزیایف اداره می شود، ولی فعلا باشد از جانبی روسیه اداره می شود، گفته شده است در بیانات سامانه اجتماعی. سنه 10 اکتبر سال 2017 اینان چنین صحیفه ها در فیسبوک برای کشورهای گرجستان، ارمنستان، لاتویا، لیتوا، استونیا، قرغیزستان، تاجیکستان و چچنستان کشوده شده است. در صحیفه های مذکور خبرهای آژانسی سپوتنیک نشر گردیده است که اساساً از تشویقات و خبرهای بردروغی روسی عبارت می باشد. اینچنین در بیانات فیسبوک قید شده است شخصانی که منصوبیت خود را به آژانسی سپوتنیک انکار میکردند به منبع مستقل بودن خود اظهار مینمودند و میخواستند تخم عداوت را در کشورهای خبر پهن شده بکاشند. اداره شوی صحیفه های مذکور از طرف آژانسی تدقیقات اینترنتی به عمل برآورده میشد و آن را فابریکای ترول های روسی مینامند که از جانبی صاحبکار یوگینی پریگوژین مبلغ گذاری کرده می شود. مقصد اساسی آژانسی مذکور پهن نمودن معلومات های بردروغ برای پیش بردن منفعت های روسیه با طریق سامانه های فیسبوک، گوگل و تویتر می باشد. مشاهدان قید می کنند که تشکیلاتی به کرمل تابع بوده دیکتاتورانی آسیایی را بدون منفعت تعریف نمی کند. کشور روسیه عادتاً با راه های گوناگون کوشش میکند نفوذ خود را در کشورهای آسیای میانه باقی گذارد. از این رو باقی ماندن حکومت دیکتاتوران در سر قدرت برای روسیه خیلی منفعت آور است. زیرا دیکتاتوران برای باقی ماندن در سر قدرت و برای خاموش کردن بیداری اسلامی در منطقه ها به همه چیز تیار میباشند. بلدرمی قم آورده. اونگه هم صبر قلب هنه 18 یل اوت دشونگه هم. رئیس جمهوری ترکمنستان باز یک بار دیگر به شورای وزیران کشور استعداد خود را نمایش داد. سنه 11 ژانویه در جمع‌بستی مجلس شورای وزیران ترکمنستان رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف به وزیرانش شعری تألیف کرده اش را تقدیم نمود. چاره‌بینی مذکور چی طوری که عادت شده است در شبکه های دولتی نمایش داده شد. شعر چار مصره به ایغیر اخالتکینی که نامش رواج است بخشیده شده است که در نزدیکی به رئیس جمهور تحفه نمودند. در نوبت خود اعضایان شورای وزیران راست ایستاده به بردی محمدوف قرصک می زدند و با این برای چار مصره شعری رئیس جمهور مفتون بودنشان را نمایش دادند. یاد راست می کنیم که قربانگولی بردی محمدوف با قلق های احمقانه‌اش تمام جهان را به حیرت گذاشتن را ادامه می دهد که قلق های نو از کهنه‌اش دیده احمق‌تر می باشد. کمی پیش در عرفه کشوده شوی جام جهانی آید وزن برداری بردی محمدوف در نزد وزیران قرصک زده استاده در پخش مستقیم به تمام کشور مهارت وزن برداری خود را نمایش داده بود.